سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود ویز در یوتیوب. امروز میخوام به شما در مورد افیلیت مارکتینگ بگم، اینکه شما توی مدتی که اومدید استارت یک بیزینس افیلیتی رو زدید به چه شکلی تونستید موفق بشید، چه راهکارهایی داشتید و چه مشکلاتی براتون ایجاد شده، و الان یه راهکار بهتون پیشنهاد بدم تا بتونید در فروش افیلیت مارکتینگ موفقیت بیشتری رو داشته باشید. ویدیوی امروز رو تا انتها همراه من باشید. قبل از اینکه ویدیوی امروز رو شروع بکنم ازتون خواهش میکنم کانال محمود بیز رو در یوتیوب سابسکرایب کنید. تلگرام من این بالا هست، اینستاگرام هم هست و میتونید به راحتی عضو اینها هم بشید تا در جریان جدیدترین ویدیوهایی که قرار میدم زودتر از سایرین قرار بگیرید. برای فعالیت کردن در سایت های افیلیت مارکتینگ شما میتونید از سرویس دهنده‌های بسیار بزرگی که در سراسر دنیا وجود دارن، مثل علی اکسپرس، مثل گیربرس، مثل آمازون، دی جی استور یا کلیک بانک به راحتی استفاده بکنید و میتونید به راحتی با فروش کالاهای متنوع از درصدهای متنوعی که در اختیارتون قرار میگیره استفاده بکنید و این درصدها رو هم میتونید به راحتی نقد بکنید. یه تعداد بسیار زیادی از دوستان همیشه توی اینستاگرام، توی تیکت ها و توی نظراتی که اینجا برای من میفرستن اعلام میکنن که آقا شما داری در مورد افیلیت سیستم، افیلیت مارکتینگی توضیح میدی که ما توی ایران اصلا نمیتونیم از طریقش دلار به دست بیاریم. و من این رو بارها به دوستان گفتم که شرکت های بسیار زیادی هستن در دنیا و حتی در ایران که شما میتونی از طریق اونها بیای و درآمد دلاری که به دست آوردی رو تو ایران دریافت کنی. نمونهش رو که بهتون معرفی کردم زیرنویس ویدیوها من بارها و بارها شده و حتی این دوتا شرکتی که من با اونها کار میکنم و عملا اونها اسپانسر برخی از ویدیوهای بنده هستن، آشنا هستم و میدونم که به چه شکلی دارن خدمات ارائه میدن و شما میتونید به راحتی از طریق اونها درآمدهای ارزی خودتون رو دریافت کنید و به راحتی هم میتونید این درآمدها رو توی ایران دریافت داشته باشید و میتونید اون درآمدها رو نقد بکنید. پس عملا مشکلی بابت استفاده و نقد کردن درآمدهای ارزی شما وجود نداره و خب خیلی راحت میتونید همین درآمدها و همون کسب و کاری که الان میخواید استارت بزنید رو شروع بکنید از طریق این سیستم ها و درآمد دلاری خودتون رو تو ایران دریافت کنید. پس هیچ بهانه‌ای برای این نمیمونه که آقا طرف میگه آقا من نمیتونم درآمد خودم رو از سایتی مثل علی اکسپرس تو ایران دریافت کنم، پس نمیتونم کار بکنم و نیازی نیست کار بکنم. بلکه شما خیلی راحت میتونید درآمدهای ارزی خودتون رو از طریق اون وبسایتی که زیرنویس کردم میتونید به راحتی دریافت کنید و مشکلی از این بابت برای شما وجود نخواهد داشت. علی اکسپرس یکی از اون وبسایتاییه که خب من بارها در ویدیوهای مختلفم راجبش باهاتون صحبت کردم، بهتون گفتم که چطور میتونید از طریق این وبسایت شروع کنید به فروختن و حتی یه ویدیو هم اخیرا منتشر کردم برای اون عده دوستانی که نمیدونستن چطور میشه لینک های کوتاه تولید کرد برای فروش این کالاها که در علی اکسپرس هست و اونها رو در فیسبوک تبلیغ کرد یا هر جای دیگه. کلا میدونید که کلمه‌ای مثل افیلیت رو سیستم های سوشیال و اون شبکه های اجتماعی معتبری که الان در سراسر دنیا وجود دارن، اینها به ازای فعال کردن کلمات کلیدی مثل افیلیت میان از افراد برای اینکه بتونن رسانه خودشون رو پابرجا نگه دارن میان مبلغی رو دریافت میکنن، چون میدونن که شما هدفت از تبلیغ اون عبارت فقط فروشه. به خاطر همین من اومدم یه وبسایت بهتون معرفی کردم که در حال حاضر هیچ مشکلی از طریق اون وجود نداره و شما میتونی لینک های خودت رو از طریق اون کوتاه بکنی و به راحتی اون لینک ها رو در اختیار بقیه افراد قرار بدی. خب اون وبسایت رو هم من لینکش رو در انتهای ویدیو براتون قرار دادم، 7894.xyz که حتی زیرنویس ویدیو هم میکنم تا شما بتونید به راحتی از طریق این وبسایت لینک های طولانی خودتون رو برای فروش کالاها کوتاه بکنید و اونها رو تبلیغ بکنید توی سایت های مختلف و شروع بکنید به فروختن کالاهای متنوعی که از طریق این سایت ها به دست میارید و درآمدهای بسیار خوبی رو هم از آن خودتون بکنید. توی علی اکسپرس نیازی به این نیست که مشخصات واقعی شما وجود داشته باشه، یعنی شما میتونید مثلا اسم جکی جان رو بذارید به اسم به عنوان صاحب پلن کاربری تو علی اکسپرس و مبلغی که شما به دست آوردید رو میتونید مثلا به حساب اسخر جکی جانیان واریز بکنید یا مثلا به اسم حسن روحانی واریز بکنید، یعنی هیچ محدودیتی از این بابت وجود نداره، یا به اسمهای جو بایدن مثلا حساب
بانکیت باشه. پس استرس اینو نداشته باشی که بگی آقا من حسابی که توی علی اکسپرس دارم حساب بانکی ندارم که بتونم اد کنم به نام خودم، پس من کار نمی کنم. نه، این استرس رو بذارید کنار و از طریق حساب های بانکی افراد مختلف شما میتونید مبالغی که توی علی اکسپرس یا سایت های دیگه به دست میارید رو به راحتی نقد بکنید و محدودیتی برای شما بس وجود نداره. این دومین مسئله بوده که افراد باهاش درگیر بودن و خب نمیدونستن چطور باید این کار رو انجام بدن. پس اصلا لازم نیست به اسم خودت باشه حساب کاربرید و اصلا هم لازم نیست که بانکی که داخل علی اکسپرس شما ثبت میکنی به اسم خودت باشه، به هیچ عنوان این دوتا مورد نیاز. در سایت گیربست هم دقیقا به همین شکله، شما اکانت اصلا مورد نیازت نیست که به نام خودت باشه، یعنی شما میتونی این اکانت به نام هر فردی ثبت بکنی و میتونی براحتی از طریق اون ابزار به حدی فعالیت بکنید که زمانی که به درآمد رسیدید پول مستقیم به هر حساب دیگه‌ای واریز بشه و شما محدودیتی از این بابت نداشته باشید. پس این رو هم مد نظرتون باشه که شما هیچ گونه محدودیتی از این بابت براتون نیست و شما میتونید یه حساب ایجاد بکنید، این حساب رو ممکنه شما به هر شکلی بخواید مدیریت بکنید و شروع کنید به فروختن کالاهایی که به شما این وبسایت معرفی میکنه و شما میتونید اونها رو تبلیغ بکنید. در زمان نقد کردن حساب هم به همین شکله، یعنی شما فقط یه حساب ثبت میکنی و این پول رو برداشت میکنی. برای برداشت پول از این دوتا وبسایت مثلا علی اکسپرس و گیربست یا خب هر وبسایت دیگه‌ای که وجود داره، زیرنویس ویدیو کردم دوتا وبسایتی که شما میتونید از طریق اونها درآمد تو به صورت کاملا مطمئن تو ایران نقد بکنید. اما وبسایت بعدی که قبلا با هم دیگه در موردش صحبت کردیم، وبسایت آمازون هست. یه مقداری این وبسایت با بقیه وبسایت‌های افیلیتی تفاوت داره، به این علت که اینها الزاماً فقط با اکانت‌هایی که وریفای هستن فعالیت می‌کنن و اکانت‌های وریفای شده رو این قابلیت رو در اختیارشون قرار میده که اونها رو مثلا در زمان تسویه به نام خودمون فرد بود باشه تا تسویه رو انجام بدن. پس این رو حتما مد نظرتون باشه. شما اگر امکان فروش کالا در علی اکسپرس و گیربست رو گرفتید و شروع کردید به درآمد، خب میتونید از خود همون کالاها که چند میلیون کالا هم هست میتونید به راحتی تبلیغ بکنید و بفروشید و خب کالاهای لوکستر و بهتری هم مطمئنا میتونه باشه از اینکه اون کالاها توی آمازون قرار باشه فروخته بشه، چون شما اونجا دقیقا همین کالاها رو میتونید داشته باشید و شروع کنید به تبلیغ کردن دقیقا همون کالاها و بفروشید و نیازی به کالای اضافه در آمازون نیست. اما دوستان بسیاری اصرار به این دارن که فقط بیان از طریق آمازون این کارو انجام بدن، که آمازون رو شما میتونی حساب بسازی، فقط در زمان برداشت امکان این که به درد سر بیافتید برای شما وجود داره و شاید در این زمینه طبق قوانین جدیدی که اعمال کردن شما در آینده به مشکل برخورد بکنید. پس در این خصوص حتما مطلع باشید که به مشکلی برخورد نکنید. توی هر دو سه وبسایتی که الان بهتون گفتم شما 100% باید با فیلتر شکن استفاده کنید تا به مشکل برخورد نکنید، یعنی اینکه IP غیر از IP ایران باشه. با موبایلتون هم میتونید این کارو انجام بدید، با کامپیوتری که اصلا عالی میشه اگر این کارو انجام بدید. و وبسایت سوم هم وبسایت دیجی استور بود که من ویدیوش قبلا هم براتون گرفتم که میزان درآمد خودم هم توی این وبسایت بهتون نشون دادم که چه میزان بود. توی این وبسایت شما میتونستید کالاهای مختلفی که اینها پیشنهاد میدن رو به صورت افیلیت مارکتینگی میتونستید بفروشید، لینک هایی رو پیدا میکنید. تفاوتش فقط و بعدیش اینه که اینا پول شما رو تا 60 روز نگه میدارن برای بازگشت مبلغی که میخوان به خریدار تعهد داشته باشن، چون ممکنه مثلا کاربر بیاد یک کالایی رو خریداری بکنه، این کالا 60 روز امکان عودت داره، چون کالای دیجیتال هم هست. معمولا توی کالای دیجیتال یا کالای ویرچوال کسی نمیاد بازگشت مبلغ رو ارائه بده، اما توی این وبسایت الان این اتفاق میفته و میگن آقا شما به صورت افیلیتی برید این کارو تبلیغ کن، جنس رو بفروش. حالا زمانی که طرف جنس رو خریداری میکنه تا 60 روز میتونه پولش رو عودت بزنه، بسته بر اساس قوانینی که وبسایت ها میذارن مثل کلیک بانک، مثل دیجی استور یا سرویس اندای دیگه، این مدت زمان ممکنه متغیر باشه، یعنی ممکنه 30 روز باشه، ممکنه 60 روز باشه، و توی همین مدت هم پول شما رو نگه میدارن و بعدش با شما تسویه میکنن، میخوان مطمئن بشن که این کالا مثلا عودت نشه، که بعد اگر قرار بود بازگشت مبلغ انجام بشه اگه پول به حساب شما واریز شده باشه اینو متضرر میشن، چون دقیقا همون پولی که به حساب شما زدن رو باید برگردونن به حساب خریدار کالا. خب دیجی استور هم یکی از وبسایت‌هایی که شما میتونید اکانت بسازید و هر حساب بانکی هم میتونید پشت این سیستم اد بکنید تا از طریق اون تسویه حساب داشته باشه و محدودیتی از این بابت برای شما
وجود نداره. وبسایت بعدی که در موردش بارها توضیح دادم وبسایت افیلیت سیستم هست که حتما روش‌های کسب درآمد از طریق این وبسایت هم در اختیار شما دوستان عزیز قرار دادم و توضیحات کامل رو در 6 7 قسمت کاملا در اختیار شما گذاشتم. شما از طریق افیلیت سیستم میتونید یه سیستم فروشگاهی خیلی خوب را بندازید، یعنی بیاید کالاهایی که در علی اکسپرس، گیربس، آمازون، دیجی استور، کلیک بانک یا هر جای دیگه بود میتونستید اینجا بیاید به عنوان یه کسی که صاحب یه فروشگاه اینترنتی با دامین خودتون تبلیغ بکنید و بعد اون دامنه خودتون رو ببرید و اینور اونور تبلیغش رو انجام بدید تا افراد بیان از طریق مراجعه به وبسایت شما کالاهای مختلف و متنوع رو ببینن و خرید بکنن. خب این وبسایت به ازای پلن‌های کاربری که به افراد ارائه میداد میومد و به شما پورسانت میداد، یعنی 40% 24-40% رو به شما پورسانت میداد که شما فقط پلن‌های کاربری که اینها دارن میفروشن رو به افراد ارائه بدید. خب توی این بخش سیستمی که اینها ارائه کردن این قابلیت وجود داشت که شما بتونید بی‌نهایت پلن کاربری رو بفروشید و خب یه عده افراد بسیار زیادی هم بودن که میومدن از طریق اینها درآمدهای بسیار عالی رو به دست می آوردن. من خودم هم بارها از طریق وبسایت اینها مبلغ تسویه زدم و دیگه الان از اون تب و تابی که برای من ایجاد شده بود برای فروش کاهش پیدا کرده فروش من، به این علت که اونهایی که میخواستن پلن ها رو برن بخرن دیگه توی همون ویدیوها تا 3-4 ماه بعدش دائم در حال خرید بودن. من شاید مثلا 17-18 هزار دلار فقط از طریق سیستم افیلیت سیستم خارج کردم، یعنی تونستم درصدها و کمیسیون هایی که افراد خرید انجام میدادن رو برداشت بکنم که بارها تو ویدیوها اثبات اونها رو به شما دوستان عزیز نشون دادم که میتونید توی اون ویدیوهای قبلی من ببینید. خب یه عده‌ای هم هستن که تازه میخوان با این سیستم کار بکنن و میخوان درآمد کسب بکنن. توی این سیستم شما دوتا درآمدی میتونی از طریقش به دست بیاری. یکی این که بیا یه پلن بخری و شروع کنی به تبلیغ کالاهای مختلف علی اکسپرس و آمازون و این جنس‌ها رو شروع بکنی به فروختن. حالا زمانی که شما این جنس‌ها رو می‌فروشی به ازای هر فروشی که انجام میشه یه کمیسیونی به شما پرداخت میشه. شما همین کمیسیون رو میتونی توی افیلیت سیستم از طریق سیستمی که اینها در اختیار قرار میدن ایجاد بکنی و این درآمد توی علی اکسپرس برای شما ایجاد بشه که اون درآمده از طریق علی اکسپرس برای شما نقد بشه. پس محدودیتی برای شما از لحاظ نقد کردن و موقعیت کار کردن ایجاد نمیکنه، بلکه شما فقط با تبلیغ کردن دامنه اینترنتی خودتون کالاهای مختلف سایت‌های مختلف رو میفروشید. خب این یه راه کسب درآمدیش بود. راه دوم این بود که شما میومدین لینک رفرال گیری خودت یا همین سیستم افیلیت مارکتینگ رو، دو تا لینک بود. همیشه هم من میگم آقا دوستان عزیز لینک صفحه اول یا همین هوم پیج رو به اشتراک بذارید. اینجا یه عدد نوشته، این یوزر شماست. یعنی الان قبل از من 13784 تا یوزر دیگه هستن که توی این سیستم عضو شدن. حالا شما الان که این ویدیو رو میبینی ببین آیدی چنده، مثلا 10000 2000 100000 هر چی هست، این یوزر شماست و دقیقا همین آدرس رو میتونی در اختیار افراد دیگه قرار بدی. حالا برای این که به مشکل برخورد نکنی، چون اینجا نوشته کلمه افیلیت و بعد میخوای این ورنو برای تبلیغ بکنی، میتونی این لینک رو بیای و کپی بکنی ببری توی این سایتی که معرفی کردم xyz7894.xyz باز بکنی، اینجا عضو شید. حتما وقتی عضو بشید میتونید به این لینکاتون بعدا مدیریت داشته باشید. میایید و اینجا آدرس رو پیست میکنید، گزینه کوتاه کردن لینک رو میزنید و ببینید لینک چقدر کوتاه شد. من الان دقیقا همین لینک رو میتونم تبلیغ بکنم توی فیسبوک، میتونم بفرستم توی توییتر، یا میتونم QR کدش رو بگیرم به هر جایی که خواستم، یا چاپ بشه یا قرار بگیره میتونم بذارم و استفاده ببرم بقیه، یا میتونم همین لینک رو بردارم و با بقیه افراد این لینک رو به اشتراک بذارم. حالا اینکه بهتون میگم عضو بشید توی این سیستم به همین علتی که شما میتونید همین لینک که الان منتشر کردی و بعداً ببینید از چه کشورهایی رو لینک شما دارن کلیک میکنن، یا کدوم وبسایت‌ها که شما رفتید لینکتو قرار دادی بیشترین کلیک رو برات داره. اینجا شما میتونید تشخیص بدید که مثلا فلان سایت مثل فیسبوک مثل توییتر برای شما بازدهی خوبی داره، خب میره بقیه لینکات هم تولید میکنی میذاری داخلشون، چون میدونی که دوباره افراد روش کلیک میکنن. پس حتما برید اینجا عضو شید. به خاطر این میگم عضو شید به این علت که میتونید به راحتی مدیریت داشته باشید روی لینکتون، این که چند نفر کلیک کردن، چه ساعتی در شبانه روز بیشترین کلیک رو داشتید، چه سایت های تبلیغات شما رو داره نشون میده که منجر به کلیک کردن افراد میشه، یا میتونید لینک رو بعداً بری حذفش بکنی، یا خب خیلی کارهای دیگه که مدیریت دارید. اما اگه مثل من الان اومدی اینجا
صفحه 78 XYZ رو باز کردی و اینجا لینک تو پیست کردی، دیگه من نمیتونم روی این مدیریت داشته باشم، چون این لینک رو دیگه من کنترلش رو ندارم که قرار باشه بیام ادیتش بکنم یا مثلا برم یه آیدی دیگه قرار بدم یا مثلا این لینک رو حذفش بکنم یا ویرایشش بکنم یا خب هر چیز دیگه. خب برمیگردم به افیلیت سیستم. شما این لینک رو در اختیار هر کسی قرار بدی، به ازای ثبت نام و خرید پلن‌های کاربری به شما مبلغ پرداخت می‌کرد. یه عده میگفتن آقا من رفتم فروختم مثلا $600 درآمدم بوده، یه نفر اومد میگه آقا من کلاً $200 فروختم، یه نفر میگه آقا من 0 تومن فروختم، یعنی هیچ درآمدی من نداشتم. دوباره من اومدم یه ویدیو گرفتم اثبات ادعای یه شرکتی که ادعا می‌کرد آقا من میتونم برای شما رفرال واقعی بفرستم که منجر به خرید بشه، و من اومدم دقیقا از طریق اونها یه درآمدی به دست آوردم، اون درآمد برای من اثبات شد، اثبات این که حرف اونها عمل شد و من تونستم به راحتی با یه مبلغ کم، این که میگم من چون من این مبلغی به اونها پرداخت نکردم، اونها فقط لینک من رو به عنوان اثبات اومدن توی چند تا کانالی که خودشون دارن کار میکنن منتشر کردن و من دیدم که شروع شد به فروختن و اومدم توی یه ویدیو این سیستم رو به دوستان معرفی کردم که شما میتونید از طریق وبسایت اونپا و از طریق خدماتی که اینها میدن میتونید به راحتی بیاید و رفرال گیری کاملا واقعی انجام بدید، و این رفرال گیری ها عملا میتونست برای شما دوستان عزیز موجب درآمدهای اینترنتی بشه که شما میتونستی از طریق اونها درآمد بسیار خوبی رو از آن خودتون بکنید. خب توی قسمت فروشگاه این وبسایت ها میتونید رفرال تضمینی افیلیت سیستم رو ببینید. این یه گزینه فوق العاده خوب بود و البته همچنان هم هست. یعنی افراد میان به راحتی کاری میکنن که پلن فروخته میشه و یه سودی میبرن. حالا اینها قبلا مثلا یکی دو بار این کار رو انجام میدن، اما الان تا 6 مرحله میان و تبلیغات انجام میدن، یعنی شما تا 6 نوبت میتونی رفرال از اینها خریداری بکنی. ممکنه توی یه رفرال یک دونه پلن فروخته بشه که مثلا $40 $24 درآمدت بشه، یا ممکنه توی یه دفعه مثلا $300-$400 شما توی یه لحظه مثلا گیرت بیاد، ممکنه توی رفرال های بعدی مثلا دو تاش گیرت بیاد، توی رفرال سومت مثلا 5 تا یوزر گیرت بیاد که اینها اومدن پلن خریدن توی این وبسایت و دارن فعالیت میکنن، یا ممکن بود هر چیز دیگری از طریق این وبسایت شما بتونید به درآمد برسید. که من ویدیو این رو برای شما دوستان عزیز گرفتم که حتی اینو کد تخفیف هم داشت. من یه لینک انتهای ویدیو قرار دادم راجع به کدهای تخفیفیه که شما میتونی اینجا بری و از این خدماتی که اینجا دارن ارائه میدن به راحتی با کمترین مبلغ سود ببری. البته این بالا هم نوشته کد تخفیف ویژه اونپا برای خریداران رفرال تضمینی افیلیت، یعنی اونپا خط فاصله 1400 رو که بزنی 500 تومان شما با کمترین مبلغ برات محاسبه میشه. خب دوستانی بسیار زیادی هم رفتن و همین الان من با دوستانی در تماس هستم و میدونم که دوستان خدا رو شکر درآمدهای بسیار خوبی رو دوباره از این روش به دست آوردن. خب هدف هم همینه که دوستانی که مخصوصا در ایران و افغانستان هستن و دوستانی که در تاجیکستان هستن، دوستان فارس زبان ما، اینها به دنبال درآمدهای اینترنتی هستن و این سایت راحت ترین و ساده ترین راه حل برای کسب درآمده. یعنی شما نرفتی جنسی بفروشی، نرفتی مثلا وقتی رو هزینه بکنی بابت تهیه یه چیزی، بلکه فقط اومدی با لینک رفرال گیری خودت باعث شدی که افراد خریداری بکنن و شما سود ببری. حالا تا زمانی که اونپا داره این خدمات رو میده، افراد میرن استفاده میکنن. من یکی از دوستان توی اینستا به این پیام فرستاده بود و گفته بود که من از طریق اونپا 16 تا اکانت مختلف ایجاد کردم و از طریق اونها تونستم در 16 تا اکانت مختلفم درآمد دلاری به دست بیارم. منتها درآمد ایشون فقط تو همون 16 تاست و بعد از یک بار دریافتش دیگه صفر میشه، مگر اینکه خودش بره و تبلیغ بکنه، و تا تبلیغ نکنه دیگه از طریق اونپا نمیتونه بره و رفرال گیری خودش رو انجام بده برای فروش. پس این رو مد نظرتون داشته باشید که شما فقط تا 6 مرحله میتونید از طریق اینها برید. و حالا روش بازاریابی مثلا اونپا به نحویه که ما میگیم برای ما شاید خیلی زودتر به نتیجه میرسه، چون اونها خیلی سریعاً ما رو به بازدید کننده میرسونن، بازدید کننده‌ای که کاملا واقعی و منجر به خرید میشه. خب افراد بسیار زیادی هم هستن که الان دارن از این روش پول در میارن، روش فوق العاده ساده که نه دوندگی داشتن
نه بازاریابی داشتن، نه اینکه قرار باشه مثلا برن لینکشون رو در سوشال مارکتینگ های مختلف بخوان تبلیغ بکنن. به همین شکل رفتن و درآمد دارن به دست میارن. خب شما هم میتونید دقیقا این کار رو از طریق آمپا انجام بدید و بیاد رفرال تضمینی بگید. من یه ویدیو در مورد رفرال تضمینی قبلا منتشر کردم، لینکش رو انتهای ویدیو قرار دادم، حتما اون ویدیو رو دوستانی که براشون این مبحث جذابیت داره حتما مشاهده بکنن. و اما برای دوستانی که در زمینه افیلیت مارکتینگ علاقه مندن و به دنبال این هستن که بتونن روش‌های مختلف افیلیت رو به دست بیارن، از طریق اون بتونن فروش خوبی رو تجربه بکنن، وبسایت آمپا از طریق یکی از کتاب‌هایی که منتشر شده اومدن کتاب افیلیت مارکتینگ از 0 تا 100ش رو در 222 صفحه که این کتاب قبلا در ایران منتشر شده رو به صورت کتاب الکترونیکی دارن میفروشن. قیمت اصلیش 420 هزار تومنه، ولی شما با کد تخفیف ایبوک، یعنی دقیقا من کد رو این انتهای ویدیو لینک گذاشتم، رو لینک کلیک کنید یه فایل پی دی اف دانلود بکنید، کل کدای تخفیف هست که میتونید فکر کنم با 2300 تومن میتونید این کتاب رو بخرید، یعنی حدود 50-60% تخفیف کتاب که اونو میتونید اینجا بزنید و این کتاب 420 تومانه رو با هولوش 250 تومن میتونید خریداری بکنید. برید دوستانی که علاقه‌مندن به افیلیت مارکتینگ، دوستان از 0 تا 100ش رو بدونن اینکه چطور میتونن از طریق این روش کسب درآمدی درآمدهای بسیار خوبی به دست بیارن رو میخوان اطلاعاتشون رو بیشتر بکنن، حتما این کتاب رو برن دانلود بکنن و استفاده بکنن. کتاب فوق‌العاده ارزشمندیه، من خودم هم همین الان این کتاب رو دارم. نکاتی که توی این کتاب برای من هم جدید بود و خیلی خیلی عالی بود، با توجه به اینکه خب من مدت زیادی دارم این روش رو استفاده میکنم، از متدی استفاده کردم و از روش‌هایی که اینها پیشنهاد دادن توی کتاب رفتم استفاده کردم که الان شاید در کمتر از یک ماه آینده یه درآمد خیلی جدیدی رو برای خودم استارت بزنم. روش‌های و متد خیلی جدیدی که توی این کتاب معرفی شده، از 0 تا 100 افیلیت رو توضیح میده، کجا باید بری تبلیغ بکنی، چطور تبلیغ بکنی، لینکت رو چجوری بفروشی، ابزارهایی که مفید هستن برای فروش شما، همه اینها رو توی این کتاب قرار داده. من لینک مستقیم این کتاب رو هم براتون میذارم، کدای تخفیفم که بهتون گفتم تمامشون توی یه فایل پی دی اف هست، لینک کوتاهش رو براتون قرار دادم، این کتاب این فایل پی دی اف رو دانلود بکنید تا بتونید این کالاهایی که اینجا هست رو با تخفیف برای خودتون تهیه بکنید. اگر در زمینه علی اکسپرس، گربس یا کلن روش های کسب درآمد افیلیتی براتون حتما سوال ایجاد میشه از من بپرسید، با کمال میل در خدمتتون هستم. در اینستاگرام میتونید پیام بذارید، سعی میکنم زود پاسخ بدم، اما حجم پیام ها به حدیه که امکان این که بتونم به تمام دوستان در یک مرحله به همشون جواب بدم نیست، اما این قول رو بهتون میدم که به پیام های شما پاسخ بدم. در یوتیوب کامنت هایی که میذارید رو میبینم، اما اگر فرصت نمیشه به تک تکشون جواب بدم ازتون عذرخواهی میکنم. من لینک تمام این وبسایت ها و روش های کسب درآمدی اینها رو براتون در انتهای ویدیو قرار دادم، حتما حتما میتونید از این روش شروع بکنید به کسب درآمد بسیار خوب افیلیت مارکتینگ. این روش هم بهتون بگم، در مورد افیلیت مارکتینگ شما مبالغ متعدد رو میتونید به دست بیارید. یکی از روش هایی که من خودم در افیلیت مارکتینگ دارم استفاده میکنم دقیقا رو هسته ابزارهای سوشال مدیاست، مثل فیسبوک و توییتر و ابزارهایی که وجود دارن، و من از طریق اونها دارم کسب درآمد میکنم. من به روشهای مختلف دارم فروش انجام میدم، از دراپ شیپینگ گرفته تا افیلیت مارکتینگ که روشهای معقولی هست در سراسر دنیا، از اینها دارم بهره میبرم و روشهای کاملا مطمئنیه که مطمئنم برای دوستانی که به دنبال کسب درآمد هستن میتونن کاربردی باشن. حتما حتما اگر علاقه من تحصیل به این روش ها توی کانال محمود بیز در یوتیوب میتونید این ویدیوها رو در قسمت پلیلیست من و در بخش افیلیت مارکتینگ به صورت کامل مشاهده بکنید و استفاده ببرید. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید تا به این لحظه همراه کانال محمود بیز در یوتیوب بودید. برای همتون آرزوی شب و روز خیلی خوبی رو دارم. وقتتون به نیکی و سلامتی باشه. تا ویدیوی بعد، خداوند یار و نگهدارتون.